روز که سوارکار بودم خیلی دوره شیرینی بود برام. دوره دبستانم بود فکر میکنم، پدرم هم اون موقع سوارکاری میکرد، بعد از اون با هم میرفتیم و اونجا یه اسب داشتیم به اسم آفتاب، یه اسب خیلی شیرین و آرومی بود. اون موقع خیلی دوست داشتم قهرمان بشم توی سوارکاری، ولی خب هم بچه بودم یه مقدار خسته شده بودم که هر روز بعد از اون برم اونجا و دوبارم به شدت سر خوردم زمین و دیگه کنار گذاشتم از سواری. دوره کودکی هم خیلی شیطون بودم، عموم یادم به من گفت شر اولیا و اینکه یه تایمی هم خیلی توپل شده بودم و به من گفتن باربی توپل. یکی از شیطنت هم کردم، یه بار رفتادم خونه یکی از همسایه هامون، اونجا پدرشون توی اتاق خوابیده بودن و به من میگفتن که توی اون اتاق نرو. من هم آدم شیطون و لجبازی بودم، همی رفتم در اتاق وا میکردم میمدم بیرون که دیگه آخر دستم ناراحت شدن، عصبانی شدن، دیگه منو برگردوندن خونه. بچه که بودم خیلی شغل رو دوست داشتم، تو هر رده سنی یه شغل دوست داشتم، ولی معمولا کارهای هیجانی دوست داشتم و مخصوصا پزشکی هم خیلی دوست داشتم. البته پزشکی هم تو قسمت هیجانی مثلا میگفتم دوست دارم از این پزشکایی بشم که مثلا تنه درخت میره تو بدن یه طرف میکشم بیرون. تو موقع خیلی فیلمای هیجانی میدیدم و تحت تاثیر جذب قرار میگرفتم و کارهای هیجانی مثل پلیس شدن و اینا رو خیلی دوست داشتم. خدا رو شکر بچه درس خونی بودم، یعنی هیچ وقت نمره های بدی نمیگرفتم و همیشه نمره هم بالا 18-19 بود و یه دوره که کلا خودم مشغول درس خوندن کرده بودم و تو مدرسه هم بچه خوبه بودم. معمولا دوره کنکور خیلی دوره سختی بود برای من، درس میخوندم ولی عاشق درس نبودم که بگم که خیلی درس رو دوست دارم، فقط درس خون بودم و اون دوره هم دوچرخه سواری هم می کردم. خیلی برام سخت بود که هم تمرین کنم هم درس بخونم، نمی تونستم اینو خوب انجام بدم نمی تونستم اونو خوب انجام بدم و خیلی دوست داشتم پزشکی قبول بشم، صدای پزشکی داشتم ولی قبول نشدم و اینکه پناه غذایی قبول شدم که اونم ول کردم و رفتم تربیت بدن. کلا من وقتی وارد دوچرخه سواری شدم از اول به خاطر قهرمانی نرفته بودم، به خاطر که ورزش کنم و یه ذره وزنمو بیارم پایین رفتم و اینکه یواش یواش تمرین کردم و تشویق شدم، مسابقه دادم، مربیام استعدادم رو کشف کردم و بهم گفتن که خب میتونم و خودم هم فهمیدم که میتونم و ادامهش دادم. خیلی حس جالبی بود. تا قبل از اون یه دوره بود که من فقط درس می‌خوندم، هدفم تو زندگی فقط درس خوندن بود، ولی وقتی که دوچرخه سوار شدم یه هدف جدیدی پیدا کرده بودم، یه حس جدیدی برام داشت و من از بچگی سودای قهرمانی داشتم. یعنی یه تایمی فکر کنم اواخر راهنمایی یا اوایل دبیرستانم بود، قبل اینکه دوچرخه سوار شدم همش فکر می‌کردم که ورزشگاه، مثلا یه دوره فکر می‌کردم مثلا اسکی رو هاکی کار می‌کنم، اسکی رو یخ، بعد اونو کار می‌کنم قهرمان شدم. اون موقع خیلی اسکی رو یخ رو دوست داشتم و اینکه همیشه سودای قهرمانی داشتم تا بالاخره وارد ورزش. خیلی مشکلات دو طرف سواری داره، نبوده حمایتگر، نبوده اسپانسر، نبوده مسابقه. مثلا وقتی کرونا اومده ما خیلی سخت شده دو چرخ سواری برامون، فقط یه جورایی ورزشکار تمرینی هستیم، مسابقه ای ندادیم. دو چرخ سواری یعنی مسابقه، تو مسابقه میشه تجربه کسب کرد. هزینه دو چرخ سواری خیلی بالاه، خیلی بالاه و اسپانسری نداریم، هزینه ها عجیب سختی خودمون یا حمایت پدر مادرامونه. خیلی وقتا نه تنها من، تمام بچه ها انگیزه شون از دست میدن. شاید روزی دو سه بار فکر کنیم که بخوایم به شخص سواری بذاریم کنار، وارد حیطه کاری بشیم، اما متاسفانه نمیتونیم اونو بذاریم کنار، نمیتونیم وارد حیطه کاری بشیم و خیلی سخت شده برامون و یه سری آزار و اذیت هایی که توی تمرین ها میشیم، نبود امنیت جانی توی تمریناتمون، اینا همه هستن و مشکلات ما هستن.
نه متاسفانه تا فدراسیون قبل که هیچ کمکی نبود، الانم که تازه رئیس عوض شده و امیدواریم که به شخص برای روزهای خوبی به خودش ببینه، ولی تا به امروز هیچ حمایت مالی از طرف فدراسیون نبوده. آقایون که راه پیدا کردن، ولی خانوما خیلی راه دارن، چون که به تفاوت یه رشته خیلی سخت و پیچیده و خیلی خیلی تلاش میخواد و ما خانوما تازه پارسال یه مدال قهرمان آسیا آوردن، اما رو به پیشرفت هستیم، هر روز تلاشمون رو بیشتر از دیروزمون میکنیم تا بتونیم به جای بزرگتری برسیم، و ولی باز خیلی راه داریم تا المپیک. سال سختیه، نمیدونم 50-50، ولی انقدر همش سر بالایی میشه گفت، سراشیبی نه، همش سختی داشته این رشته، و اینکه هر روز به این فکر کنی که بذاری کنار و بری توی رشته دیگه، توی یکی کاری دیگه، شاید به گذشته برمیگشتم به تصور نمیشدم، اما بازم نمیتونم بگم نمیشدم، چون واقعا یک کششی داره که اصلا نمیشه در موردش فکر کرد. علاقه ای که به شخصیتش که نمیشه بذارتش، شاید میشدم شاید نمیشدم. آینده خب صد درصد هر ورزشگاهی برای خودش صدای قهرمانی داره، آینده هم برای خودش توی سکوی قهرمانی میدونم، و خیلی ناملایمتی ها باید هستش و باید در مقابل اونا سرسخت باشه تا به اون هدفی که میخواد برسه. شاید اگه یه ذره وضعیت بد باشه و ادامه پیدا بکنه، شاید به تصوری بذارم کنار، ولی فکر نکنم همچین اتفاقی. یه دختری که سخت میگیره و واسه یه پیشرفت هر کاری میکنه. بهترین جمله که شکست و پیروزی نداریم، تجربه است همشون، هیچ چیزی نیست که بشه با شکست تعریفش کرد، میتونیم بگیم تجربه است واسه به دست آوردن اهداف. تو نمیتونی. یه نکته خیلی مهمی که هست با مردمه، اینکه ما دو چرخ سوارا اگه میایم تو سرما تو گرما تمرین میکنیم، خوشی نزده زیر دلمون، این یه جور شغل ماه. ازشون خواهش میکنیم فاصله 1.5 متر رو با ما رعایت کنن، وقتی ما رو میبینن نمیدونم چه فکر میکنن، یا مورد آزار و اذیتمون قرار میدن یا میزننمون گاهی. اینا خیلی باعث اذیت ما میشه و جونمون رو به خطر میندازه و ما خیلی از دوستانمون رو از دست دادیم. تنها نکتهش اینه که فاصله 1.5 متری رو با دوچرخه سوار رعایت کنیم.